8 مهر سال 1396 پلیس به دنبال اینکه پرونده ای در جریانه در تحقیقات بوده تا دو نفر رو دستگیر بکنه موضوع اونطور که مشخصه گویا دو نفر که با هم نسبت فامیلی دارن همدستند و پسرموی همدیگه بودن از طرفی تعدادی شاکی خصوصی به دنبال اینکه در حال خرید و فروش غیرقانونی اعضای بدن بودن در رابطه با این کار خطرناک سر تعدادی از کسانی که متقاضی اعضای بدن بودن کلاه گذاشته بودند مامورا تا حدودی مشخصات این افراد رو داشتن و پرونده از اونجایی که یک ماهی می شده در جریان بوده بالاخره بعد از تحقیقات مفصلی که صورت میگیره پلیس موفق میشه تا نشونه هایی از این افراد رو در تهران در حالی که توی خونه ای در دور همی بوده پیدا بکنه مامورای آگاهی تهران طی عملیات های ویژه اطلاعاتی وارد این محل میشن و در رابطه با این پرونده 13 نفر رو دستگیر و روانه زندان میکنن با توجه به مشخصاتی که در دست پلیس بوده مامورا موفق میشن تا فرهاد و کریم رو که از های خرید و فروش اعضای بدن بودن شناسایی بکنن و از سایر افراد جدا بکنن اونطور که مشخصه داخل خونه که این افراد بازداشت شدن دور همی برگزار شده بوده و اونجا مشروبات الکلی سرو میشده پلیس موفق میشه تا بعد از پیدا کردن فرهاد و کریم این دو نفر رو به مشهد منتقل بکنه تا نیروهای آگاهی مشهد تحقیقات خودشون رو در رابطه با این قضیه تکمیل کنن چرا که تمامی شاکی های خصوصی این دو نفر اهل خراسان رضوی بودن پلیس مشهد تحقیقات خودش در رابطه با این قضیه رو آغاز میکنه شاکیای خصوصی این دو نفر که بالای ده نفر بودن در رابطه با این قضیه توی اظهارات خودشون اعلام میکنن که این افراد توی خرید و فروش اعضای بدن یا تحویل دادن اونها سر اینها کلاه گذاشتن و باعث شدن تا مریضشون دچار اتفاقات بدی بشه شاکیای خصوصی فرهاد و کریم به هیچ عنوان حاضر به گذشت نیستند و دو نفر از این افراد به دلیل اینکه نتونستند کبدی که لازم دارن رو از این دو نفر تهیه بکنن بیمارشون توی وضعیت بدی قرار داشته پلیس اظهارات تمامی این افراد رو ثبت میکنه و بازجویی خودش رو از این دو نفر آغاز میکنه فرهاد و کریم همچنان ماجرا رو انکار میکنن و میگن به هیچ عنوان توی این قضیه هیچ نقشی ندارن و افرادی که به اونها اتهام زدن دوچار سوء تفاهم شدن موضوع اما بیخ پیدا میکنه و پلیس توی تحقیقات خودش موفق میشه تا شواهد و مدارک مهمی رو در رابطه با این موضوع به دست بیاره تماس های تلفنی شماره تلفن هایی که مختص این افراد بوده و تصاویری که توی های مربوطه توسط دوربین های مدار بسته از این دو نفر ثبت شده بوده نشون میده که فرهاد و کریم دارن دروغ میگن فشارهای اطلاعاتی روی این دو نفر بیشتر میشه از طرفی همزمان با این قضیه توی مشهد موضوع عجیبی رخ میده و مادری در حالی که نگران حال بچهش بوده به اداره پلیس مراجعه میکنه و میگه الان بالای دو هفته است که پسرش گم شده و هیچ خبری هم ازش نیست لیلا توی اظهارات خودش به مامورا میگه حدود 25 شهریور پسرش به دنبال کاری که توی تهران داشته مشهد رو به مقصد تهران ترک کرده اما قرار بوده بعد از دو هفته به مشهد برگرده ولی متاسفانه هیچ خبری ازش نیست لیلا میگه من توی این دو هفته هر چقدر باهاش تماس گرفتم تلفنم رو جواب نمیداد احتمال میدادم که شاید درگیر کار برای همین هم نمیتونه با من حرف بزنه اما الان دو هفته از این ماجرا گذشته اون قرار بود که توی تهران به خونه خالش بره منتهای مراتب به اونجا هم نرفته و موضوع نگران کننده است لیلا میگه من خودم بیخبر از موضوع بودم فقط از خواهرم پیگیری کرده بودم و بهش اطلاع داده بودم که بهروز قرار به اونجا بره اما خواهرم با هم تماس گرفت و گفت بهروز به خونه اونها نرفته و هر چقدر هم با تلفنش تماس میگیرن جواب نمیده واقعیتش پسرم قرار بود توی تهران برای مصاحبه به عنوان کارشناس فروش یکی از مجموعه های لوازم خونگی حاضر بشه که اگه قبول شد به مشهد برگرده و توی یکی از فروشگاه ها مشغول به کار بشه از اولش هم دلم شور میزد و نگران بودم میدونستم که یه اتفاقی براش خواهد افتاد من نمیدونم که اون با چه کسی به تهران رفته و الان کجاست اما اینو میدونم که دلم شور میزنه و احساس میکنم که براش اتفاقی افتاده لیلا میگه توی این دو سه روز آخر هر جایی که فکرش رو بکنید رو گشتم و تماس زیادی با پسرم گرفتم اما متاسفانه جواب تلفن رو نداده پلیس از لیلا پیگیر میشه ببینه که شاید این مادر و پسر با هم مشکل داشته باشن اما لیلا میگه به هیچ عنوان اون با پسرش اختلافی نداشته این زن میگه بعد از اینکه من 13 سال پیش از همسرم به خاطر اعتیادی که داشت طلاق گرفتم پسرم برای اینکه من رو خیلی دوست داشت توی دادگاه از گازی خواست تا پیش من بمونه ما از اون موقع تا الان با هم زندگی میکنیم و هیچ مشکلی هم نداریم من توی این سالها به خاطر اینکه معلم بودم حقوق دریافت میکنم و به خور و نمیر میگذرونیم پلیس اظهارات لیلا رو ثبت میکنه و تحقیقات خودش رو در رابطه با این مورد آغاز میکنه هنوز مشخص نبوده که چه اتفاقی برای بهروز افتاده اما همزمان با این قضیه مامورا توی هایی که از فرهاد و کریم داشتن به اطلاعات مهمی دست پیدا می‌کنن مطالبی که باعث میشه تا خیلی چیزها برای مامورا روشن بشه خوشبختانه فرهاد نه اما کریم به دنبال فشارهای اطلاعاتی که ایجاد میشه نمیتونه دوم بیاره و توی حرفهای خودش میگه به همراه فرهاد که پسر اموشه الان دو سالی میشه که توی کار دلالی اعضای بدنه و از کسایی که حاضرن اعضای بدنشون رو بفروشن با قیمت پایینتر اونها رو تهیه میکنن و به کسایی که احتیاج دارن با قیمت بالاتر میفروشن و این وسط پول خوبی گیرشون میاد کریم توی حرف های خودش در رابطه با این قضیه میگه اون به هیچ عنوان توی این ماجرا نقش اصلی رو نداره و این نیلوفر و فرهاد بوده که بیشتر از همه پیگیر این موضوع بودن و باعث شدن تا اونها وارد این خط بشن کریم میگه هماهنگ کننده ی همه این موضوعات خود نیلوفر بوده و اون بوده که مشتری و فروشنده رو پیدا میکرده و با واسطه همه چیز رو مهیا میکرده ما فقط کار جابجایی رو انجام میدادیم کریم میگه قبل از اینکه این افراد از ما شاکی بشن ما توی تهران و مشهد مشغول به کار بودیم و بیشتر مشتریامون هم از مشهد بودن معمولا از افرادی که اعضای بدنشون رو میفروختن بهشون پول نقد پرداخت میکردیم و شاکی های ما عموما کسایی هستند که از همون خرید کردن هرس و طمع نیلوفر باعث شد تا این اتفاق بیفته وگرنه حالا حالاها گیر نمیافتادیم اون زیاده خواه بود و مدام دنبال این بود تا پول بیشتری به دست بیاره هر از گاهی سر افراد کلاه میذاشت و بعد از اینکه پول رو ازشون میگرفت دیگه بهشون اون عضر رو تحویل نمیداد و این کار رو جوری انجام میداد که هویتی از ما مشخص نشه با این وجود اما بعضی از مشتری های ما ما رو میشناختن و برای همین هم از اون جایی که خیلی پیگیر بودن از همون شکایت کردن کریم میگه نیلوفر از فروردین ماه همین امسال یعنی سال 96 توی مشهد مستقر شده بود و قبل از اون توی تهران ساکن بود اون به واسطه کاری که انجام میداد مجبور بود تا هر 6 ماه یک بار شهرشو عوض بکنه و قبل از تهران هم چند تا شهر دیگه ساکن بود پلیس از این فرد میخواد تا مشخصات ظاهری و مشخصات محل زندگی این فرد و شماره تماس اون رو در اختیار مامورا قرار بده کریم هم همه این اطلاعات رو به پلیس میده و مجددا توی اظهارات خودش اعلام میکنه که به هیچ عنوان نقشی توی این ماجرا نداره و از کرده خودش پشیمونه چرا که نیلوفر از اونها سوء استفاده کرده فرهاد اما همچنان در رابطه با این قضیه چیزی نمیگه و به هیچ عنوان اتفاقاتی که افتاده رو گردن نمیگیره و توی این ماجرا میگه هیچ نقشی نداشته تیم دیگه ای از مامورای آگاهی اما همزمان با این اتفاقات و بازجویی ها در حال تحقیقات در رابطه با بهروز بودند و توی بررسی هایی که داشتن متوجه میشن که این فرد به تنهایی از مشهد راهی تهران نشده و اون به همراه یک زن در حالی که سوار ماشین این فرد بوده و بهروز در حال رانندگی بوده به تهران رفته مامورا توی بررسی های دقیقی که انجام میدن متوجه میشن که بهروز در مسافرت خودش از مشهد به سمت تهران در سه نقطه ماشین رو نگه داشته و به بحانه های شام استراحت و یا بنزین از ماشین پیاده شده تصاویر دوربین های بین شهری اطلاعات مهمی رو در اختیار مامورا قرار میده و پلیس توی بررسی ها متوجه میشه که گویا بهروز با توجه به اینکه اختلاف سنی بالایی با زنی که همراهش بوده داشته ما سمیمیت نسبتا زیادی با اون داشته و یه جورایی انگار با همدیگه نسبت عاطفی داشتن موضوع مهمتر اما پلیس توی بررسی های دقیقتر خودش متوجه میشه که زنی که همراه بهروز بوده دقیقا همونی بوده که کریم توی اظهارات خودش بهش اشاره میکنه و با تطبیق تصاویر موجود معلوم میشه که بهروز به همراه نیلوفر از مشهد راهی تهران شده اما این چطور امکان داشته و رابطه این دو نفر از کجا نشأت گرفته مامورای آگاهی از مادر بهروز میخوان تا مجددا به اداره پلیس بیاد و موضوع رو باهاش در میون میذارن و عکس نیلوفر رو بهش نشون میدن لیلا هم بعد از دیدن عکس نیلوفر در کمال ناباوری میگه این زن همسایه طبقه بالای خونه ماست لیلا میگه میدونستم که نیروفر روی پسرم نظر داره و مدام سعی داره تا یه جورایی مخش رو بزنه و اون رو با خودش همراه کنه اما فکر نمی کردم که تا این حد پیگیر باشه لیلا میگه لازم نمیدونستم راجع به این قضیه با شما حرف بزنم اما خودم هم از این بابت نگران بودم و احساس می کردم که رابطه نیلوفر و بهروز کمی بیش از اندازه غیر متعارفه واقعیتش ما توی این خونه که زندگی می کنیم، الان پنج سالی هستش که مستجری اوایل فروردین امسال بود که صاحب طبقه بالای ما یه مستجر پیدا کرده بود یه زن تنها بود که به گفته خودش گویا اون هم به خاطر مشکلی که با شوهرش داشت ازش طلاق گرفته بود حدودا 38 39 سالش بود و با اینکه سن نسبتا متوسطی داشت اما ظاهر جذابی داشت و به خودش خیلی میرسید تا حدودی هم خیلی ولخرج بود و از طرفی اهل معاشرت بود و به خونه من هم رفت آمد میکرد ما حتی دو سه بار با همدیگه برای خرید به بیرون رفته بودیم و من از اونجا متوجه شده بودم که اصلا براش اهمیتی نداره که پول داشته باشه یا نه حتی اگه لازم بود نسیه میکرد اما چیزی که میخواست رو تهیه میکرد از اونجایی که خیلی خونگرم بود توی مدت دو ماه به خونه ما راه پیدا کرد و شروع کرد به رفت آمد کردن با من و متوجه شد که من یه پسر دارم همش توی خونه با پسرم شوخی میکرد و با اون بحث میکرد من اوایل چنین تصوری نداشتم و احساس می کردم که نیلوفر زن سالمی باشه آخه چیزی ازش ندیده بودم و خودش هم توی حرفاش به قدری از گذشته خودش به من گفته بود که باعث شده بود تا به هیچ عنوان بهش حس بدی نداشته باشم و بیشتر باهاش همدردی می کردم شوهر اون گویا دست به زن داشته و توی مدتی که با همدیگه زندگی میکردن اون رو بارها و بارها کتک زده بوده و اون به زور تونسته بوده تا ازش جدا بشه لیلا میگه از ماه سوم که صمیمیت نیلوفر و بهروز به طرز عجیبی بیشتر شده بود من احساس ترس میکردم احساس میکردم که اون میخواد پسرم از دستم بگیره و با خودش ببره شوخی این دو نفر دستی شده بود و بهروز جلوی چشم من بدون اینکه خجالت بکشه جوری که من متوجه نشم به بدن نیلوفر دست میزد و جاهای حساس اون رو لمس میکرد اون فکر میکرد که من نمیبینم اما من همه چیز رو میدیدم دو بار توی خونه در حالی که نیلوفر میدونست من خونه نیستم وارد خونه ی ما شده بود و با پسرم مشغول کارای دیگه ای شده بودن لیلا میگه هر دو بارش وقتی من از راه رسیدم اونها متوجه من شدن و توی خونه به زور تونستن خودشون رو جمع جور بکنن هر دو بارش وقتی شلوار پسرم رو نگاه کردم دیدم که اونطور که مشخصه نیلوفر به اون دست زده و باعث شده که اون تحریک بشه بهروز روز بچه ساده و با اینکه 21 سالشه اما به هیچ عنوان چنین چیزهایی رو توی زندگی تجربه نکرده منم خجالت میکشیدم باهاش راجع به این قضیه حرف بزنم پدرش باید باهاش این موارد رو حرف میزد اما متاسفانه اون توی جمع ما نبود من خودم با چشمای خودم شاهد این بودم که نیلوفر مدام به دنبال تحریک کردن بهروزه و با این کار سعی داره اون رو به خودش جذب کنه بدون هیچ دلیلی به آلت تناسلی بچم دست میزد من بعد از دیدن این اتفاقات رفت و آمدم رو با نیلوفر قطع کردم و از بهروز خواسته بودم دیگه اجازه نده تا اون به خونه ما بیاد اما دیگه کار از کار گذشته بود و متاسفانه بهروز به خونه اون رفت و آمد میکرد لیلا میگه من این موضوع از شما مخفی کردم متاسفانه من این اواخر با بهروز سر این قضیه به اختلاف خورده بودیم و من با پسرم دعوا کرده بودم بهروز با وجود اینکه که من اش کرده بودم به خونه نیلوفر نره اما دو سه بار چنین کاری انجام داده بود و توی خونه درگیری شدیدی بین من و اون به وجود اومده بود برای همین هم واسه اینکه چند روزی بینمون فاصله باشه و حالا هوامون عوض بشه اون رو فرستادم خونه خواهرم تو همین حینم این هم اتفاقات افتاد و الان نمیدونم که چه بلایی سر پسرم اومده. لیلا میگه بعید میدونم که نیروفرد توی این قضیه دخالت داشته باشه چون اون همون روزی که پسرم رو به تهران فرستادم سفر خارجی داشت و باید به ترکیه میرفت مامورا اظهارات این فرد رو ثبت میکنن با توجه به حرفایی که لیلا میزنه تحقیقات خودشون رو آغاز میکنن و توی بررسی های دقیقی که انجام میدن متوجه میشن که گفته های لیلا کامل نبوده و اون در جریان موضوع نیست اینکه نیلوفر به ترکیه رفته دروغ محضی بوده که اون به لیلا گفته و اون به همراه بهروز راهی تهران شده مامورا متاسفانه احتمال میدن که شاید نیلوفر نقشه ای توی ذهنش داشته و احتمال میدن که کریم و فرهاد هم توی این ماجرا دست داشته باشند اما این دو نفر به هیچ عنوان راجع به این قضیه حرفی نمیزنن همزمان با این موضوع اما پلیس موفق میشه تا با استفاده از رابطهایی که توی تهران داشته محل سکونت این زن رو پیدا بکنه و طی های اطلاعاتی ویژه موفق میشه تا نیلوفر رو در حالی که در یکی از ویلاهای اطراف امیدیه ی تهران ساکن بوده شناسایی و بازداشت بکنه این فرد موقعی که بازداشت میشه اسم خودش رو سارا معرفی میکنه و پلیس متوجه میشه که اون به احتمال زیاد هویت خودش رو تغییر داده اما با این وجود پلیس آگاهی تهران سریعا این فرد رو به مشهد منتقل میکنه و بازجویی های پلیس آگاهی مشهد از این فرد آغاز میشه فرد توی اظهارات خودش منکر همه چیز میشه و میگه به هیچ عنوان هیچ رابطه ای با بهروز نداشته و با اون به تهران نیومده اما مدارک و شواهد موجود خلاف این رو ثابت میکنن و پلیس موفق میشه تا این رو به این فرد دیکته بکنه نیلوفر که میبینه همه چیز لو رفته و کریم و فرهاد هم در اعترافات خودشون به کارهایی که انجام دادن اشاره کردن مجبور میشه تا به همه چیز اعتراف بکنه این زن در کمال ناباوری میگه مجبور بودم با بهروز از در رابطه ی جنسی وارد بشم و خامش بکنم تا بتونم کاری که میخوام رو انجام بدم نیلوفر میگه واقعیتش ما دو سالی بود که درگیر خرید و فروش اعضای بدن برای افراد نیازمند بودیم و از از این طریق به خور و نمیر پول در می آوردیم. اما پولی که به دستمون می رسید ناچیز بود و من از اونجایی که هدفهای بزرگی داشتم تصمیم گرفته بودم تا نقشه های بزرگتری بکشم برای همین هم نیاز داشتم تا افراد بیشتری کنارم باشن موضوع رو با برادرم در میون گذاشتم اون هم با کریم 700 و این دو نفر هم به تیم من ملحق شدن و با همدیگه یه مدتی مشغول همین کار خرید و فروش و قاچاقچیگری اعضای بدن بودیم منتظر یه موقعیت مناسب بودم بعد از اینکه شرایط رو مهیا دیدم به فرهاد و کریم گفتم که برای اینکه بتونیم پول بیشتری به دست بیاریم باید خودمون افرادی رو که میشه خامشون کرد رو پیدا بکنیم و اعضای بدنشون رو بفروشیم من برای اینکه کریم و فرهاد رو با خودم همراه بکنم بهشون گفته بودم که اگه با چند نفر این کار رو انجام بدیم خیلی راحت میتونیم بالای چند میلیارد پول به دست بیاریم و از کشور خارج بشیم رویه هایی که من برای کریم و فرهاد ساخته بودم و حرفایی که بهشون راجع به پول باهاشون میزدم باعث میشد تا رقبت اونها برای این کار بیشتر بشه توی این بازه چند ساله ای که درگیر این کار بودم برای اینکه گیر نیفتم مجبور بودم تا شهرهایی که ساکن هستم رو مدام عوض بکنم و آخرین بار راهی مشهد شدم و توی خونه ای که لیلاینا اونجا ساکن بودن طبقه بالای خونشون رو برای چند ماه اجاره کردم اولش نظرم روی خود لیلا بود و میخواستم اون رو به عنوان توم انتخاب بکنم اما وقتی پسرش رو دیدم متوجه شدم که بهروز بهترین گزینه برای این کاره. نیلوفر میگه بهروز اولین تومه ما بود و ما میخواستیم برای اولین بار این کار رو با بهروز انجام بدیم طبق نقشه ای که کشیده بودم طرح دوستی با بهروز ریختم توی مدتی که اونجا ساکن بودم موفق شدم تا به هر طریقی که بود به روز رو با خودم همراه کنم و از طریق اینکه باهاش صمیمی شدم و بهش اجازه دادم تا با بدنم تجربه هایی رو بکنه که قبلا نکرده بود به روز پسر ساده بود بهش اجازه میدادم به جاهای حساس بدنم دست بزنه و خودم رو بهش میمالوندم تا تحریک بشه مادرش دو سه بار ما رو دیده بود برای همین هم نسبت به موضوع مقاومت می کرد اما من کوتاه بیا نبودم و واسه اینکه بهروز رو با خودم همراه کنم دو سه بار تونسته بودم اون رو به خونم بکشونم و خودم رو در اختیارش قرار دادم شبیه کسایی که از شدت گرسنگی در حال مرگ بودن یه جوری با بدنم نزدیکی می کرد که خودم هم تعجب می کردم من بهش اجازه نداده بودم تا با هم دخول داشته باشه و همین هم باعث شده بود تا هر بار هر از قبل بشه هرس بهروز باهاش کاری کرد که بتونم اون رو با خودم همراه کنم بهش قول داده بودم اگه با هم به تهران بریم به ویلا میبرمش و بهش اجازه میدم هر چقدر که دلش میخواد با هم نزدیکی بکنه همین اتفاق هم افتاد اما به دنبال این قضیه بعد از اینکه ما توی ویلا تهرانم با هم خوابیدیم من حین رابطه جنسی با بهروز تونستم اون رو بیهوش بکنم و با کمک کریم و فرهاد و پزشکی که ازش توی این کار کمک میگرفتیم تونستیم اعضای مهم بدن اون رو ازش جدا بکنیم و اونها رو به فروش رسوندیم جنازه این فرد رو هم توی همون ویلا توی باغچه دفن کردیم پلیس اظهارات این فرد رو ثبت میکنه و از شنیدن این حرفها شوکه بوده مامورای یاگاهی مشهد با کمک مامورای یاگاهی تهران موفق میشن تا طی بررسیهایی که انجام میدن جنازه بهروز بیگناه رو پیدا بکنن و جسد به پزشکی قانونی منتقل میشه مادر بهروز لیلا توی پزشکی قانونی با وجود حال بدی که داشته تایید میکنه که جسد متعلق به پسرشه مامورا پرونده نیلوفر و فرهاد و کریم همچنین پزشکی که توی این ماجرا به اونها کمک کرده بوده رو تکمیل میکنند و به دادگاه میفرستند. جلسه رسیدگی به این پرونده هم برگزار میشه قاضی پرونده شواهد و مدارک موجود توی پرونده رو به طور دقیق بررسی میکنه و بی برو برگرد بدون شنیدن حرف اضافی از متهمین در حالی که همه چیز روشن و واضح بوده پزشک متهم رو از تخصص خودش برکنار و به ده سال حبس فرهاد و کریم رو به اتهام معاونت در این قتل به 15 سال حبس و نیلوفر رو به اتهام سردستگی این باند و همچنین قتل عمد بهروز و تلاش برای رابطه نامشروع با بهروز به 5 سال حبس پرداخت خسارت و اعدام محکوم میکنه این در حالی بوده که مادر بهروز درخواست داشته تا متهمین مجازات سختتری رو متهم متحمل بشن رفقای گلم رسیدیم به آخر پرونده ممنون میشم ویدیو رو لایک بکنید و کانال رو هم سابسکرایب بکنید تا بقیه دوستانمون هم بتونن ویدیو رو ببینن و باعث آگاهی هرچه بیشتر هموطنانمون بشه خیلی ممنونم که تا اینجای پرونده همراه من بودید امیدوارم تونسته باشم پرونده رو به بهترین وجه ممکن براتون روایت کرده باشم همچنین پیشنهاد میکنم این پرونده رو که مربوط به آخرین جزئیات ماجرای دعوای زن و شوهریه که سر دادن فوش جنسی آخر سر یک نفر میمیره رو تماشا بفرمایید